آخوند هوایی. خیلی آقایی گفت که به حضرت صادق گفت عیسی خیلی آدم خوبی بود، کان یمشی علی الماء. امام فرمودن لو زاد یقینا لمشا علی الهواء، اگر یقینش بالاتر بود رو هوا را میرفت. که یمشی علی الماء یه درجه ایه، بله، ولی بالاترش هم هست. اگر یقینش بالاتر بود رو هوا را میرفت. که یمشی علی الماء یه درجه ایه، بله، ولی بالاترش هم هست. الله عز و جل در وصف پیامبرش عیسی علیه السلام می فرماید اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرك بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. و بیاد آورید هنگامی که فرشتگان گفتند ای مریم، خداوند تو را به کلمه از جانب خود که نامش مسیح عیسی پسر مریم است بشارت می دهد، در حالی که او در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان درگاه الهی است. چگونه این آخوند حتاک جرأت می کند چون این دروغی را به امام صادق رحمه الله نسبت دهد که ایشان مسیح علیه السلام را ناقص الیقین شمرده است؟ آیا امام صادق راه رفتن بر آب و پرواز کردن در آسمان را دلیل یقین و ایمان می شمارد و هر کس بیشتر به هوا پرید را در یقین کاملتر از دیگران می داند؟ اگر راه رفتن بر آب و هوا دلیل بر کمال یقین و ایمان است، آیا علی رضی الله عنه هم بر آب راه می رفته و یا می توانسته در هوا پرواز کند، یا نه آنقدر یقینش کامل نشده بود که بتواند در هوا پرواز کند؟ آیا ثابت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر روی آب راه رفته و یا در هوا پرواز کرده باشد؟ یا بر مبنای ادعای این آخوند پیامبر نیز به یقین کامل نرسیده بوده است چون نمی توانسته در هوا پرواز کند؟ لابد از دید این آخوند رافضی مگس هم چون که در هوا راه می رود یقین و باورش از عیسی علیه السلام بالاتر است، چرا که مگس پرواز می کند و عیسی علیه السلام نمی توانست که پرواز کند. کدام عقل سالم چون این خزعبلات را می پذیرد که راه رفتن بر آب و هوا دلیل بر یقین کامل باشد؟ آیا یقین بالاتر از یقین پیامبران الهی و در رأس آنها پیامبران اولوالعزم که عیسی علیه السلام نیز یکی از آن بزرگواران است یافت می شود؟ حقیقت آن است که آخوند رافضی هیچ دلیلی برای اثبات امامت مورد ادعای خود ندارد و به همین علت سعی می کند تا با بیان روایات ساختگی و غلو در مقام ائمه خود درجه و مقام انبیای الهی را کاهش دهد تا به این وسیله بتواند امامت دروغین خود را به کرسی بنشاند. ما کان عدو لله و ملائکته و رسله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فإن الله عدو.
کسی که دشمن الله و فرشتگان و پیامبران او و جبرائیل و میکائیل باشد، پس به درستی که الله دشمن کافران است. Mm-hmm.